بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين فإذا فعل ذلك أسكنت في قلبه حبا حتى أجعل قلبه لي وفراغه واشتغاله وهمه وحديثه من النعمة التي أنعمت بها على أهل محبتي من خلق. بحث ما در این حدیث قدسی به اینجا رسید که خدای متعال در مقام بیان ویژگی های زندگی سعادتمندانه ای که به اصطلاح هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ دوام و کمیت در حد ایدئال باشه، اوصافی را بیان فرمود که کسانی که طالب چنین حیاتی هستند این ویژگی ها را باید داشته باشند. ما یه توضیح دادیم که میشه این مطالب را به دو بخش تقسیم کرد. یه بخشی بیان مطالب راهبردی است، اصولی است که باید اطلاع داشته باشند و در نظر بگیرند. بخشش هم مسائل کاربردی اساس برنامه هایی است که باید داشته باشند. این برنامه ها را ذکر می فرماید که سعی کنند محبت دنیا را از دلشون بیرون کنند، سعی کنند یاد خدا باشند، مراقب خدا باشند در هر کاری، مخصوصا در مزان گناه، و طالب خوشنودی خدا باشد. بخش دیگری از این حدیث در این مقام هست: اگه کسانی چنین سفارشاتی را عمل کرده، به این راهنمایی های الهی گوش دادند، در مقام برآمدند که چنین حیاتی را برای خودشون بخرند و تهیه کنند، خدا با اینها در همین عالم رفتارهایی را داری که انهو پاداشی به اونها عنایت بیاد. مقدمه ای را خوب عرض بکنم که میدونیم ما که اصلا حکمت آفرینش زندگی دنیا برای این است که زندگی دنیا برای انسان تبعه، برای اینه که در اینجا با رفتارهای اختیاریش حیات ابدی را برای خودش بسازه. بعد جهت گاهی تعبیر میکنیم که زندگی دنیا هم یه دوره جنینی است، منتها جنینی که باید خودش رو بسازه تا نتیجه شان در عالم ابدی، عالم آخرت ببینه. و اون چه در عالم آخرت به انسان میرسه نتیجه همین اعمالی است که در دنیا انجام دادی. این یه اصلی است که از ضروریات دینه دیگه. اعتقاد به معاد یعنی همین. ولی خدای متعال از اونجا که لطف و عنایتش نامتناهی است، در همین دنیا هم زمینه‌هایی برای دریافت رحمت بیشتر برای انسان‌ها فراهم کرده. در مقابل همین کارهای اختیاری که در همین دنیا انجام میدن، یه پاداش و کیفرهای موقتی هم در همین دنیا برایشون قرار داد. به طور کلی
برای هر کسی که قدر نعمتهای خدا را بدونه ازش سوء استفاده نکنه، شکر گذار نعمتهای خدا باشه. خدا یک سنت کلی قطعی داره که لئن شکرتم لأزیدنکم، هر که شکر خدا را به جا بیاره نعمتش را خدا زیاد میکنه. در مقابل هم کسانی که کفران نعمت میکنند، اون هم کمابیش در اینجا مشکلاتی برایشون پیش میاره. و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هر مصیبتی به شما میرسه در این عالم نتیجه اعمالی است که خودتون انجام دادید. و یعفو عن کثیر، تازه خدا همه اونها را اینجا کیفر نمیده، بسیاریشو میبخشه صرف نظر میکنه، که اگه میخواست همه اونها را اینجا پاداش بده چون بنده ای در روی زمین باقی نمیماند. در آیاتی به این مطلب تصریحه که اگر ما بخواهیم کیفر اعمال مردم در این عالم بدیم، در این عالم بدیم، چون بنده ای روی زمین باقی نمیماند. ولی خدا این کار را نمی کنه، ادامه میده این حیات را برای اینکه مهلتی باشه، هم برای کسانی که رفتار خوب می کنند بر خوبی هاشون بیفزایند، هم کسانی که اهل عذاب هستند شاید پند بگیرند. ولعلهم یرجعون، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. در یای دی فرمیان لیذیقهم بعض الذی عملوا ولعلهم یرجعون، و بعضی از اعمالشون رو در اینجا کیفر میدیم تا نتیجه عملشون رو بچشن، شاید خود چشیدن این سختی ها عاملی باشه برای اینکه برگردند، توبه کنند و به راه حق بیان. حالا بحثم در این زمینه نیست که گسترده بحث کنم، اشاره ای کردم که کسانی که کفران نعمت کنند، قدر نعمتهای خدا را ندونند، در اینجا به محرومیتهای مبتلا میشند، به مصیبتهای مبتلا میشند. در مقابلش فرموده ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، اگه مردم روی زمین تقوا داشته باشن، احکام الهی را رعایت کنن، تا اهل القرى میفرماید، نمیفرماید هر کسی، ظاهرا ناظر به جمعیت هاست، ملت هاست، این مجموعه ای از انسان، اگه اینها احکام الهی را رعایت کنند، یعنی از به زبان خودمون جامعه اسلامی باشه، نظام اسلامی در جامعه حاکم باشه، ما بر برکاتشون می افزاییم. حتی درباره یهود و نصارا می فرماید ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، اگر اونا به احکام دین خودشون عمل کرده بودند از آسمان و زمین برای اونها نعمت میبارید. این یک دسته از سنت‌های الهی در باره انسان هاست در این عالم، که اعمالی که انجام میدن بعضی اعمالشون در این عالم نتایجی داره، اگر خوب باشه نتایج خوبی داره، نعمتشون زیاد میشه، برکاتشون زیاد میشه، اگه بد باشم اون نعمتاشون کم میشه، به مصیبت ها مبتلا میشه. ولی یه بخش دیگه از این سنت الهی مربوط به نعمت های معنوی است و قدردانی معنوی از این نعمت ها. یه سنتی داره که خدای متعال همه انسان ها را هدایت میکنه، هم با عقل و هم با وحی. این سنت الهی است، هرچی را خدا میآفریند هدایتی هم بهش میده، یا هدایت تکوینی است که حتی گیاهان و حیوانات هم دارند، یا حیوان هدایت های بالاتری است که در سایه عقل و وحی برای انسان ها حاصل میشه.
خدا همه را مشمول اینها قرار میده. اما همه مردم در مقابل این نعمت‌ها یکسان نیستند. بعضی ها از این نعمت هدایت درست استفاده میکنند، بعضی ها ناشکری میکنند، نافرمانی میکنند. اما ثمود فهدیناهم فاستحب العمى على الهدى. قوم صالح هم رو که مبتلا شدن به بلای آسمانی و همه از بین رفتن، میفهمون ما اینا هم رو هدایت کردیم، اما اینا گمراهی را، کوری را بر هدایت ترجیح دادن. این بود که به عذاب مبتلا شد. در مقابل کسانی که قدر هدایت رو بدونن، والذین اهتدوا زادهم هدى، کسانی که قدر نعمت هدایت الهی را بدونن، خدا بر هدایتشون می‌افزایی. اون بحث قبلی راجع به نعمت‌های مادی بود، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، اینجا بالاترشون می‌فرماید. اگه قدر نعمت‌های معنوی را هم بدونن، از هدایت‌های الهی درست استفاده کنن، بر هدایتشون افزایی. و یزید الله الذین اهتدوا هدى، اونایی که قبول هدایت میکنند و استفاده میکنند از هدایت الهی، خدا بر هدایتشون میافزاید. اجمالا میخوام بگیم یکی از سنت های الهی است که کسانی که در این عالم از نعمت های معنوی خدا استفاده کنند، بر همون نعمت های معنویشون افزوده میشه، غیر از اون حسابی که درباره نعمت های مادی و خوراک و پوشاک و امنیت و آرامش و دفع بلاها و امراض و ایناست. اونا مال همه است. هر که قدر نعمت مادی خدا بدونه، خدا هم این نعمت ها رو بهش بیشتر میده. اما اونایی که قدر نعمت های معنوی و هدایت الهی رو بدونن، بر نعمت های معنویشون افزوده میشه. و یزید الله الذین اهتدوا هدى. این یه سنت الهی است. حالا این هدایت و نعمت معنوی که انسان قدرش رو بدونه ازش استفاده کنه، خودش مراتبی داره. هدایت الهی که اصل هدایت به اسلام، به مذهب حق، به طریقه اهل بیت، استفاده از آیات و روایات، مضامین وحی، سیره اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین، ایناست. برای همه مؤمنین الحمدلله، همه ما از این نعمت بهره‌مند هستیم و همه هم کما بیش قدردانی میکنیم از این نعمت ها. امیدواریم خدا بر توفیقات ما بیفزایه و این نعمت ها روز به روز باز هم بیشتر بشه. ولی بعضی از مراتب این هدایت و نتایجش هست که خیلی ویژه هست. بسیاری از مؤمنین حتی تصور روشنی هم ازش نداره، چه رسه به این که در مقام کسبش بر بیان استفاده بکنند و به نتایجش برسند. اصلا در عمرشون شاید توجهی به مفاهیمشان پیدا نکرده باشند. که آدم در دلش خطور نکند چیزی که خدا نمیپسندد، چقدر اصلا به ذهن ما این مطلب خطور کرده بود که هم چیزی هم میشه. تا در صدد براییم که اینو کسب کنیم و از نتایجش بهره‌مند بشیم. یا در دل ما محبتی نسبت به چیزایی که خدا نمیپسنده وجود نداشته بود. ینقی قلبه عن کل ما اکره، خیال گناه هم به ذهنش مون نگذاریم. معمولا ما دنبال زندگی من هستیم، نیازهای مادیمون رو و لذایزی که در این دنیا برامون حاصل میشه. خیلی که هنر کنیم، نه که مرعایت کنیم، از راه حرام نباش. این مرتبه عام نیست که همه مؤمنین دارند و باید رعایت کنند و کمتر از این از مؤمن پذیرفته نمیشه. ولی گفتن بعضی از بندگان خدا هستند خیلی بیش از اون که مجنون به لیلا علاقه داشت، اونها به خدا علاقه دارند.
یه مصداق روشنش البته شعیبه. در روایات ما مطالب عجیبی درباره شعیب آمد. علت اینکه نابینا شد و خانه نشین شد، تو روایاتی داره که ایشون 100 سال در حال عبادتش گریست تا چشمش نابینا شد. خدا بر اون منت گذاشت و دوباره او را بینا کرد. 100 سال دیگه شعیب گریه کرد تا دوباره نابینا شد. باز خدا چشمش را بهش برگردوند و بینا شد. 100 سال سوم باز شعیب گریه کرد تا نابینا شد. بعد از مرتبه سوم خدا جبرئیل را فرستاد، گفت از شعیب بپرس چرا گریه میکنی اینقدر؟ اگر از ترس جهنم است، من جهنم را بر تو حرام کردم. اگر از عشق بهشت است، من بهشت را در اختیار تو گذاشته. چرا اینقدر گریه میکنی؟ جبرئیل آمد و خدمت شعیب و پیغام خدا را رسوند. شعیب گفت خدایا تو خودت میدونی من گریه هم نه از ترس جهنم است نه از طمعی در بهشتی. اینا از محبت توست و تا تو را ملاقات نکنم آرام نمیگیرم. وصال تو را میخوام. خدای متعال به جبرئیل فرمود پس به شعیب بگو که اگر چنین است من کلیم خودم را خادم تو خواهم کرد. این که باعث شد موسی بره در مدین و اون داستان پیش بیاد و بشه چوپان شعیب، پیغمبر اولوالعزم، این پاداشی بود که خدا در دنیا به شعیب داد در مقابل اون عشقی که به خدا می‌ورزید. بعضی از بندگان خدا چنین محبتی به خدا داشتن، کاش که یک شمه ای از اینم نصیب ما میشود. اگه بخوایم این کارو بکنیم چه کنیم؟ این قسمت های روایت و حدیث قدسی که خونده شده اینا مال اون کسانیه که دنبال یه هم چیزی میگردن، اما العیش الهنی و اما الحیات الباقیه. فرمود این کارا رو باید بکنید، خب به دنیا رو از دل بیرون کنید، همیشه یاد خدا باشید، مبادا دام شیطان بیفتید. این کسانی که چنین توفیقی نصیبشون شد که در میان میلیاردها انسان این انگیزه درشون پیدا شد که محبت خدا پیدا کنه، راهش هم اینا بود که گفته شد. راه خیلی آسانی هم حقیقتا نیست. ما خیلی هنر کنیم مواظب باشن مرتکب گناهی نشیم، اما اینکه در دلم جز محبت خدا چیزی نباشه اینا خواب و خیالی است. مگه میشه همین چیزی برای؟ اینجاست که اون سنت الهی جای خودش رو پیدا میکنی. و یزید الله الذین اهتدوا هدا. اگه کسانی صادقانه در مقام بر اومدن که اون چه از دستشون برمیاد انجام بدن، خدا خودش میدونه که ما ضعیف هستیم، خلق الانسان ها ضعیف، ما میدونیم ضعف داریم، خدا بهتر از ما ضعف ما را میدونیم. اون توقع کاری که از شعیب و امثال او داشت از ما نداریم، اما اون اندازه که از دستمون برمیاد اگر کوتاهی نکردیم خدا کمک میکند. پاداشی در همین دنیا به آدم میده که در راه خدا و از نعمتهای معنوی بیشتری انسان را بهره‌مند میکنه. اگر این شرایطی که ذکر شد اشخاص همت کردند در حد توان خودشون انجام داده، برنامه برای خودشون ریختند که همیشه یاد خدا باشند، به یک صورتی دل به امور دنیا نبندند، به وسوسه های شیطان گوش ندن تا اونجا که میتونه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها.
اگر در حدی که ما توانستیم کوشش کردیم، فاذا فعل ذلک، اگه کسی این کارهایی که گفتم انجام داد، اسکنت فی قلبه حبا، من خودم یک محبتی در دل او ایجاد میکنم. پیدا کردن عشق خدا با این کارهای ما و با این زمینه هایی که داریم و دلبستگی ها و معرفت های ناقص و اینا از ما توقعی نیست، لطفی خود خدا باید. این کارهایی رو که گفت شما سعی کنید یاد او باشید، در حد توان آدم میتونه انجام بده، کما بیش مخصوصا اگه برنامه ریزی کنه و تدریجا توان خودش رو بالا ببره. پیدا کردن یه همچه محبتی کار ما نیست، اما اگه زمینش رو فراهم کنیم، ظرفمون رو خالی پاک کنیم، آماده باشی، خدا در این ظرف میریزه اون گوهری که مخصوص اولیایش قرار. فاذا فعل ذلک اسکنت فی قلبه حبا، یه حبی، یک محبتی، یه عشقی در دل بنده ایجاد میکنن که این آثار را داره. حتی اجعل قلبه لی، دیگه دلش بشه مال من. اجعل قلبه لی، نمیگه یجعل قلبه لی، او از خودش بر نمیاد، من کاری میکنم که دلش مال خودم بشه، کسی دیگه در اون دل راه پیدا نکنه. و فراغه و اشتغاله و همه و حدیثه من النعمت التي انعمت بها على اهل محبتي من خلقي، یه محبتی بهش میدم که این آثار رو داره. وقتی آدم یه چیزی رو دوست داره، در هر فرصتی میخواد از اون صحبت کنه. اونایی که خیلی سعی میکنن عشقشون رو مکتوم کنن، ریاضت میکشند که اسمی از معشوقشون نمیارن، ولی اون دائما میخواد از اون صحبت کنه. فرصتی پیدا کنه، مانعی برای خودش نمیره، همش میخواد در وصف معشوقی صحبت. وقتی محبت خدا در دل انسان پیدا شد، دلش میشه مال خدا، دیگه درباره هر چی فکر کنه، در هر باره هر چی صحبت کنه، او فقط خدا میبینه، همش از خدا میخواد حرف بزنه، از نعمتهایی که خدا به بندگان خاصش میده، اون نعمتهایی که مشترک بین مؤمن و کافر هست. البته اونا رو باید شناخت، قدرش رو دارست، اما در مقابل اون نعمتهای خاصی که محرمانه به دوستان خاصش میده، دیگران اطلاع پیدا نمی کنن، نمی دونن چه روابطی این بنده با خدا دارد. دوست داره همیشه درباره نعمت‌های خدا صحبت بکنه. حتی اجعل قلبه لی و فراغه و اشتغاله، چه بیکار باشی چه مشغول کار، یاد من باشی، توجهش به من باشی، یاد نعمت‌های من باشی. بیکار باشی خدا را شکر کنه که الحمدلله فراغتی دارم، میتونم خدایا با تو صحبت کنم، مناجات کنم. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه در زندان، در اون زندان تاریک قضایی، سر به سجده می‌گذاشت و خدا رو شکر می‌کرد که خدایا از تو جایی می‌خواستم که خلوت باشه با تو مناجات کنم، الحمدلله اینجا رو به من دادی. زندانش کرده بودن، روز و شب رو تشخیص نمی‌داد، اما خدا رو شکر می‌کرد که می‌تونم تمام توجهم معطوف به تو باشی، با تو مناجات کنم، چیزی مانع مناجات کردن من نه. وقتی مشغول کاریست، دائما توجهش بی خدا این نعمت رو به من داد که ازش استفاده کنم،
بتونم نماز بخونم، بتونم روزه کنم، بگیرم، بتونم دستگیری به فقرا کنم، کسب مال کنم از راه حلال، صرف کنم مال در راه خدا، جهاد کنم در راه خدا، کشته بشم در راه خدا، بکشم در راه، همش خدا خدا خدا. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. هم اشتغالش بال منه، کار میکنه برای خدا، کار میکنه چیزی دیگه نمیده، توجهش به چیزی نیست. خلوت میشه برایش، بیکار هست، باز خدا رو شکر میکنه که فرصتی داره تا با خدا خلوت کنه و مناجات خصوصی با خدا داشته باشه. و همه و حدیثه من النعمت التي انعمت بها على اهل محبتی من خلقی. دیگه همش و ذکر و فکرش و توجهش به اون نعمت‌های خاصی است که خدا به اهل محبتش میده. دیگه نعمت‌های دنیا رو فرصت نمی‌کنن که به اونها یکی که بگه خدایا الحمدلله چشم سالم دارم، گوش سالم دارم، زبان سالم دارم. این کار ماست، ما از اینجا باید شروع کنیم. ما باید سعی کنیم حداقل نعمت‌های خدا رو دسته‌بندی کنیم. بعد از نماز برای هر کدومش، هر دسته‌ایش یه شکر بکنیم. صد مرتبه شکری که در سجده شکر مستحب است، من دستبندی کنه صد دسته نعمتهای خدا رو، برای هر کدومش یه شکران لله میگه. این کاری که از ما برمیاد، همین کارم شیرینه، موجب افزایش نعمت هم میشه، توفیقات آدم هم رو زیاد میکنه. اما کسانی هستن که فرصت شکر کردن این نعمتها رو ندارن، اونچنان نعمت‌های معنوی در نظرشون مهم است و جلب توجهشون میکنه که فرصت پیدا نمیکنه شکر نعمت‌های مادی رو به جا بیاره، مگه در یک تعبیر خیلی کلی. خدایا به همه نعمت‌های مادی که دادی شکر. فرصت این که درباره اینا فکر کنند و دونه دونه اونا رو بشمارن پیدا نمیکنه. و همه و حدیثه من النعمت التي انعمت بها على اهل محبتی من خلقی. تمام توجهش به اون نعمت های خاصی است که خدا به اهل محبت میده. حالا اونا نعمت ها چیه؟ شاید در بعضی فقرات بعدی نمونه های ازش بیاد که خدا به اهل محبتش چه نعمت های خاصی میده. رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.